سلام بچه ها، سال اقتصادی هستم. براتون امروز یه ویدیو جالب داریم راجع به ماشین های گرونی که به یه جوری خراب میشن، یکی میاد خارشون سرویس میکنه، تصادف هر چیزی میخواد بشه. خیلی کوتاه و سریع، فقط واسه اینکه یه دقیقه میخوای بشینی یه ساندویچ بزنی، اینو بذاری با هم حال کنیم و بریم. برای بکسی به برای بکسی هم که دارن تو کشور زحمت میکشن کشور رو بهتر کنن و به قول معروف از این کثافتی که هست درش بیارن، دمتون گرم. تشکر میکنم از کل خانواده خامنه ای و خمینی و اینا که شماتون که آدمای کلی هستین. همین برو برید. خب میریم برای ویدیو اول. یه پارکینگه که توش فقط 2 میلیون دلار ماشین دارم میبینم الان. این رویز رویزه 400 تاست، لامبوه بین 200 تا 500 تاست، نمیدونم چه مدلی دقیقا، فکر کنم 200ه. اون یکی رویز رویز هم دورور همون 300 400 تاست، یعنی فقط همین 3 تا 1 میلیون رو میزنه. بریم ببینیم چی آقای خوشگل میخواد چه گندگویی را بندازه اینجا. او مای گاد، همین ولی ضعیف بود که بابا، ولی خب درصد با ماشین هم همون فکر کنم 10 تا خرج داشت. آخ آخ، چه اتفاقی داری میفته؟ چرا دارن خانم ماشین سرویس میکنن؟ ای وای، با رنگ داره چی مینویسه روش؟ خوشگل مینویسه. همین برو بیشترش بده. خب بو، هر کی این ویدیو رو پیدا کرده. هنون کار بعدی خیلی نکردن. او دیگه شروع کار بد کردن. ای حروم زاده، دور تا دور ماشین هم رفت. خار تو سرویس بله میخواد، من تمام ماشین بر رنگ شه بخواد، همون کار احمقانه تو. خار تو سرویس واقعا. ای وای، خب چطوری میتونیم این ماشین رو ببینی حساس نو مثلا می توی پارک میبینی 4 تا لامبورگینی پارک، نباید خود آروم تر رانندگی کنی واقعا؟ یعنی واقعا همون آدم باید بره توش؟ چرا انقدر آدمو احمقن؟ آقا من با این موضوع کامن سنس یا منطق حالا یه ویدیو راجبش کامل درست میکنم، ولی تا اون ویدیو درست بشه یه دو کلمه اینجا حرف بزنم. چرا این موضوع کامن سنس یا منطق اینقدر داره دور میشه؟ من فکر کنم آدم هر چی جلوتر میره منطق و کامن سنسش بهتر میشه، ولی اینجوری دارم میبینم نه، همه ارائه، یه سری آدما گاون، یه سری آدما شعور دارن. تموم شد در جنریشن بعدی دوباره همین، یه سری گاون، یه سری دور شعور دارن، دوباره همین. یعنی همیشه این بیشعوری هست و داره بدتر میشه. مثلا میگم من چند جایی که دوستامون اومد گفت میشه سیگار بکشیم، گفتم شو بریم تو بالکن. بلند میشیم میریم تو بالکن میشینیم. من خب یه صندلی گنده دارم، خب این آقا چون با دوستو خشوش رفتم اونجا نشستم، من فهمیدم که صندلی گوشه نشستم. پوینت چیه؟ جلوی این صندلی گنده کنترل شومینه هست یا آتیش. این گاز رو روشن میکنه. میگه دختره میگه من سردمه مثلا، پسر میگه که میشه من شومینه رو روشن کنم؟ میگم خواهش میکنم بفرمایید. پسر شامنه روشن میکنه و میشینیم اونجا، یه رو حرف میزنیم و اینا. بعد یه رو میگیم خب بریم تو. بعد من نفر اول بلند میشم میرم تو، بعد دختره پشت سر من میاد تو، بعد دوست پسر دختره بلند میشه میاد تو. بعد من میگم الان من باید به توی گاو بگم برو آتیشو خاموش کن، و نمیفهمم چه اتفاقی داره میفته. یعنی چی من منطقه چیه که او من نفر آخر دارم میام تو، آتیشم که من روشن کردم بذار باشه دیگه، چون گاز که مجانیه، هوا رو هم که داریم با گلوبال وارمینگ به گاز نمیدیم، سوهیل هم که من نباید بهش احترام بذارم. میگه این چقدر باید یفت گاو باشه که همه اینا رو ریویو کنه تو مغزش و اوکی همش خوبه دیگه، همش درست هم فکر میکنم. خب تو که نفر آخر داری میای تو، نباید یه ثانیه وایسی برگری ببینیم بذارم چیزی نمونده بیارم تو، یه میکشور بکنم مثلا همه چی خوبه. بعد آتیش چیزی به این گندگی داره میسوزه، میفهمی چی میگم؟ یعنی مثلا نمیفهم واقعا تو مغز مردم چی میگذره. خب تو که دایوس اومدی میبینی که اینجا با هم روشن کنیم، تو خودت خواستی من این روشن کنم، چرا وقتی داری میای بیرون بر نمیگردی به من بگی که این اینم دهنم رو سرویس کرد یه دونه کلا؟ چرا تو وقتی داری میای تو خودت عقلت نمیرسه که خاموش کنی بیای؟ نه خیلی مثلا توهمی که من میخوام برگردم بیرون، حالا به چه دلیلی من که نخواستم، تو خواستی بریم بیرون، من میخوام برگردم بیرون، میخوام برگردم، میخوام آتیش باشه. خب چرا نپرسی؟ خیلی دمت گرم کسخالی، ولی دمت گرم که همچی فکر کردی. چون اگه سوال آتیش خاموش کنم، من میگم آره، من که میخوای بیای بیرون دوباره، بعد من بگم نه اصلا اینجوری، بعد میاد تو، بعد میگم تو میگم آتیش خاموش کن،
میگه او سورپرایز، برمیگرده خاله خانوم. خب من دوست ندارم به یه آدم دیگه بگم برو آتیشو خاموش کن، ولی اون لحظه که خودم برگردم برم خاموش کنم عصبی میشم که چرا یادم انقدر گاو باشه. برای همین باید بهش بگم، بعد که بهش میگم قشنگ که دیگه بهش نمیتونم بگم، چون من اخلاقم اینجوری نیست، من آدم فیلمی نیستم. چون اون لحظه میگم تو چه خیلی گاوی، اگه گاوی گاوو با چوب میزنن دیگه تو دنیای انسانی. خب منم با چوب بزنم تو خاموش کن آتیشو. خب من این کار کنم تو به نظر میاد من آدم بدی هم، بعد موقعم راحتم خراب میشه. این منطقه رو خود قوی کنی. وقتی میری خونه یه نفر میبینی مثلا 10 تا کفش در اومده، تو هم باید در بیاری دیگه، نه باید حدس بزنی که شاید من اوکی هم. نه نمیفهم چیزی خیلی منطقیه سای آقا، یه ظرفی ورمیده خونه نفر استفاده میکنی بذار سر جاش. اگه میبینی خونه نفر دو روز میخوابی، صبح که پا میشی گوه میخوای تخت رو جمع نکنی اولین چیز. میفهمم تو طویل بزرگی اصلا تو خونه تختم نداشتی هیچ وقت. من دوستان میام خونه من میخوابن، صبح بالا میشن میدونم میرن اتاق بیرون، مثلا تخت برمیخ. میگم خب منطقه چی الان کسکش؟ هتل اومدی کارگر رو دیدی اینجا شاخ شدی، من تو هتل تخت رو جمع میکنم، نه مرتبا، ولی یه جور جمع میکنم که یارو میاد میگه اوکی یه حیوان اینجا نبوده. خوشگل نیستش اونجوری که هتل وسط میذاره، ولی پتو رو پتو تمام هولای گوشن رو زمین معلومه قشنگ کدوم کثیفا کجا هول تمیزدار گوشم سر جاشون که یارو بدون الکی هول جدید نره بذاره. ولی مثلا هول از زنه که مثلا توی چیز توی مثلا مصطفی و اینا وقتی این کارگر منو میبینن بعضی موقع از من تشکر میکنن، میگن مرسی که مثلا اتاق انقدر تمیز بود و از این حرفا. یعنی برای اونام جالبه که یه نفر منطق داره یا مثلا گاو نیست. منم چون انقدر همه گاوانی خب این گاویو کم کنیم جون مادرمون. خب ماشین بعدی بیپ 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 لامبو میاد، یه لگد سنگ. واه چه نامردی، من این کارو بکنم من گریه میکنم این ماشم لامبو بود. او این احتمالاً مثل ماشین از گنگ منگا گرفتن گفتن خراب میکنیم یا میخوان قدرت این. چه اتفاقی داره میفته؟ خب چرا آقا این کسی که این ویدیو رو درست میکنه لطفاً یه پیش زمینه چیزی بذاره اینجا، مثلا بنویسه تو نیویورک، مثلا تو چه میدونم مجارستان پلیس یک گروه دزدا رو گرفته بود ماشیناشون رو جلوشون خراب کرد که مثلا درس ابدی بشه. چون اینی که ما همین فقط انجام میدیم من نمیفهمم چی داره میشه، ولی هر جایی که پست شده باشه یه کوچیزیش نوشته بودن یه کامنتی بود اینا رو استفاده کن. ماشین که معروف نیستش که، مازراتی مال فقط چاغلاس. آی چقدر دوربین داشت واسه این صحنه. آقا توی رویز رویز نمیم دیدین دراش اینطوری باز میشه دیگه، یعنی مثلا میخوای بری بیرون در ماشین اینوری باز میشه، رویز رویز درش اینوری باز میشه. بعد به اون درا میگن درای خودکشی. میدید چرا؟ چون اگه اینجوری بازش کنی داری پیاده میشه یکی ماشین بزنه بهش دره تو رو نس میکنه وسط، اگه در اینوری باشه ماشین بزنه در پرت میشه میده تو هنوز اونجایی، برای همین در ماشین اینوری باز نمیشه. خب اینه که جند بچه پول دارن میخوان یه ماشین رو خراب کنن دیگه. او یه شیشه خسته نباشی. خب آقا بذار اینجا توضیح بدم، اینه خیلی چاقاله. اینجا ماشین که اگه مثلا خراب بشه، من مثلا تو خیابون رانندگی میکنم اینو سنگ بخوره تو ماشینم بشکنه، حتی به بیمه نمیخواد زنگ بزنم، میرم کمپانی شیشه میگم ماشینم شکسته، کمپانی شیشم شما عوض میکنه، بیلشو میفرسته واسه بیمه، بیمه پولشو میده. این اصلا لازم نیست من وارد بشم. اگه دقت کنین اینا همین کارو کردن، فقط 200 تومن بعد پول بدم به کمپانی شیشه. چقدر پول شیشه است مهم نیست. بعد من وقتی ماشینمو خریدم یه بیمه دیگه هم خریدم که اگه من اتفاق بیفته اون 200 دلارمو میده. $1,500 دادم روز اول، ولی دیگه این 200 دلار و $400 اینا دیگه نباید باشم داستان داشته باشم. بعد یه چیز دیگه هم که اتفاق میتونه بیفته اینه که اگر شیشت مثلا بشکنه خود بیمه با مارک مثلا فراری عوضش نمیکنه. یه شیشه مثلا مشندلی رو میذارن روش که واسه فراری ساخته، ولی اینه که بیمه که من خریدم میاد تفاوت پولش هم میده که خود شیشه فراری رو بگم. شیشه با شیشه فرقی نداره، ولی فقط مثلا یه چوس بازیش. اینا هم مثلا همین کار کردن، این بیمه رو دارن در یوسا یه دونه چرز زد فقط رو شیشه، بعدشم پری رو شیشه، بعدشم میدن واسه $200 بدترین حالت، بهترین حالت مجانی شیشه رو عوض میکنه و برو بریم توش. این صحنه رو میبینین پشتش این چیزا هم هست. چه ماشین خوبی، هیچیش خراب نیست ها، چجوری دور میزنه هنو.
با دکتر شیمی که فیلم گرفتیم همین ماشینش اینجوری بوده، یعنی این ماشین اینجوری درست کنه نون ای وای. امیدوارم که ماشین رفیقت بوده با مردم این کار نکنی. آقا این که الان میگم، امیدوارم یه دفعه یه دوست داشتیم، یه خاله خب عقده‌ای بود دیگه، بعد از چیز اومدیم بیرون از یه مهمونی اومدیم، بعد ماشین تو پارکینگ بود، طبقه پیوان شیر میشه، و ما که اومدیم داریم تو پارکینگ، یه دونه ماشین خفن اونجا پارک بوده، نمیدونم چی بود. بعد این دوست ما یهو شروع کرد، همین سمت کنم 5 نفر داریم راه میریم، یهو شروع کرد دویدن طرف این ماشین، دوید بعد بلند شد با لگد زد آینه‌شو یه جوری شیکون که اصلا آینه پخش پلا شد. بعد ما همه اینجوری وایسادیم دوستمون نگاه کردیم که یه لگد زد تو درش، یعنی هم آینه‌شو شیکون هم درش زد، تق تق تو لگد زد، بعد برگشت با ما نگاه خندید. بعد ما 4 نفر همه ناراحت و عصبانی بودیم، ولی چون دوستمون بود نمی‌خواستیم چیزی بهش بگیم. بعد همه هم یعنی نگاه کردیم که چه کار احمقانه ای بود. من تو امروز به از این موقع به این موضوع فکر می‌کنم که چی تو مغز این اتصالی کرد که داریم میریم مثلا داریم راجع به مثلا آبگوش که خوریم صحبت میکنیم، حالا تعبیر داریم میریم از اساس اومدیم بیرون، همه داریم میگن خب بچه‌ها مثلا ماشین چه خوبی بود، یهو یه ماشین رو دوید زد ماشین شکون، مثلا نمیدونه صاحب اون ماشین کیه. بعد وضعش هم بد نبود، یعنی توی ماها اون اول این اصلا وضعش از همه ما بهتر بود، بچه پولدارمون این بود. خیلی برام عجیب بود این صحنه، هنوز که هنوز این صحنه رو بعضی ما تو خوابم میبینم میگم چرا یکی این کارو کرد. بعد دلم واسه اون بدبخت صاحبش که اومد ماشین رو پیدا کرد، بدبخت ماشین مثلا اونم رفته مهمونی اومده میاد پایین میبینه نصف ماشینش به گار رفته، چرا؟ چون یه کونی مثلا اومده اونجا. خیلی برام عجیب بود. بنزو ول کرد وسط آب. بچه‌ها اگه فکر کنم فوش بدین تو کامنت به طرف منم فوش بدین، چه فیلم کوسچری واسه ما میذاره اینا ادیتور، من نمیدونم چی فکر میکنه واقعا. آخه چرا دارین این کارو میکنین؟ من وقتی نمیدونم چرا دارم دیوونه میشم. همه ماشینا نو، همه ماشینا خوشگل، دارن ننهشون سرویس میکنن، اون یارو که نشسته این کارو میکنه چقدر داره یا حال میکنه یا ناراحت میشه. وای خرسا خیلی پررومن، درو وا میکنن میان تو. اوه این درو کند دیگه مادر سگ، خیلی باحال خرسا، باهوشن خدایی. آخه این نوعه میدونی، یعنی حتی کثیف هم نیست که مثلا بگی یارو مثلا تو خیام. او این داستانشون الان من میدم داستان چیه، داستانشون برای پشماتون بریزه بچه. این یاروه که دیدین الان بوگاتی ها واسه بود تو آب، یه یاروه میده یه بوگاتی میخره 2 میلیون دلار، بعد بیمش میکنه 3 میلیون دلار، بعد تو خیابون داره میره میخواد ماشین رو خراب کنه که بره بیمه 3 میلیون بگیره، چون بیزنسش ورشکست شده بوده میخواست از این راه برگرده. بعد که تو خیابون داره رانندگی میکنه میره طرف آب که به فناش بده، یه بابایی مثل من که داشته رانندگی میکرده اینو نمیبینه، میگه اه بوگاتی بذار فیلم بگیریم، همون ازشون از این یارو فیلم گرفتن. بعد نشون میده که بوگاتی هم جونجون میره میره تو آب. بعد که میره پیش بیمهش، به بیمهش میگه که من داشتم رانندگی میکردم یهو یه عالمه پرنده اومد حواسم به پرنده ها پرت شد، بعد یهو رفتم تو آب. بعد کاری که میکنن وکیل شانسی اینو میبینه، وکیل شانسی اینو میبینه که این، یعنی این فیلمه رو اینترنت میبینه شانسی. بعد توی این فیلمه نگاه که میکنن هیچ پرنده‌ای توی چیز وجود نداره توی آسمون، به خاطر همین بیمه رو بهش نمیدن و به فنا میره. ببین چقدر باید اتفاقا غیر عادی بیفته. الان اگه پیش رو بود میگفتش که اینا رو خدا انجام داده چون به هم ربط داره، ولی ناکن به اینا میگن شانس. با اسکیت بوردش برید دود هل نو، چرا این کارو بکنه؟ خب چقدر بده واقعا عقده، یعنی این اسم فیلمو باید باشه عقده. اوه 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 ماشین اینو دیده بودم قبلا، یارو با ماشین میتو دیده، باید چرا این کارو میکنه یادم نمیاد. ماشین درست نبسته بودن، ترمز کرده از سخت اومده تو. خدا این بچه اینجوری بخوره به ماشینم با دو چرخه پیاده میشم واقعا عربده میکشم سرشو، یعنی مادر سگ خودتو جمع کن دیگه. بله خب آقا اینم فیلم خراب شدن ماشینای باحال، دمتون گرم، امیدوارم لذت برده باشین.
شب خوبی داشته باشی. چاکس.